دو نکته برای یادآوری در شب عید امسال شاید ضروری باشه. یعنی چون شب عید نزدیک میشه، در نتیجه باید این دو نکته رو در نظر داشت. یکی اینکه آخوندها برای تامین سور و سات شب عیدشون کیسه هاشون رو آماده میکنن. اونم تو شرایطی که ماجراجویی های جنایتکارانه خامنه ای تو منطقه تمامی بازارهای ارزی رو تحت تاثیر قرار داده. تو همین رابطه روزنامه حکومتی ستاره صبح با اشاره به شکست سیاست ارزی رژیم در پی ماجراجویی های منطقه اخیر نوشته که دلار صد مقاومتی 55 و 57 هزار تومان را در روزهای گذشته شکست و به مرز 60 هزار تومان رسید. کارشناسان درگیری در منطقه را علت افزایش قیمت ارز و طلا می دانند. یعنی به بیان ساده جنگ طلبی های خامنه ای تو منطقه باعث شده ارزش برابری تومان با دلار باز هم سقوط کنه و دلار گرونتر بشه. در همین مورد آذری جهرومی وزیر سابق رژیم تو کانال تلگرامی خودش در کنایه خطاب به باند رقیب نوشته که مگر نگفتی تعامل بین المللی دولت قوی می خواهد؟ این بود حاصل همه حرف ها و قدرت ها. دلار چند است امروز؟ حالا از سوی دیگه امیر حسین ثابتی مجری تلویزیون آخوندها که دست بر قضا از باند غالب رژیم هم هست و نه از باند مغلوب که بگیم مثل آذری جهرومی از سوز دل کنار گذاشته شدنش داره ایراد میگیره، به احتمال ساختگی بودن نوسانات ارزی برای استخراج سود توسط همباندی هاش اشاره کرده و در صفحه ایکس خودش خطاب به رئیس کل بانک مرکزی نوشته آقای رئیس بانک مرکزی، قیمت دلار از 57 هزار تومان عبور کرد. آیا چون آخر سال است قرار است با نوسان قیمت ارز برخی کمبود منابع جبران شود یا علت دیگری وجود دارد؟ بله، این نمایی واضح و روشن از شارلاتانیزم و سیاست‌های ارزی فاسد آخوندهاست که حتی صدای اعضای باند غالب رو هم درآورد.